با سلام خدمت شما دوست عزیز، تو این جلسه با ایجاد یک کتاب کار خالی، بلنک ورک بوک، ذخیره کردن کتاب کار، باز کردن کتاب کار و بستن کتاب کار آشنا میشید. قسمت اول مربوط میشه به ایجاد کردن یک کتاب کار خالی. برای ایجاد یک کتاب کار خالی شما میتونید با استفاده از گزینه فایل یا منوی فایل و انتخاب گزینه نیو و انتخاب گزینه بلنک ورک بوک یک کتاب کار خالی جدید ایجاد کنید به این صورت، و یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی کنترل و ان میتونید یک کتاب کار خالی جدید ایجاد بکنید، یا با استفاده از کلید alt و فشردن کلید f و فشردن کلید n میتونید به این بخش، یعنی بخش ایجاد یک ورکبوک خالی دسترسی پیدا کنید، و کلید l را از صفحه کیبورد فشار بدید میتونید یک ورکبوک خالی رو ایجاد بکنید. قسمت بعدی مربوط میشه به ذخیره کردن یه ورکبوک، حالا یه کتاب کار. شما که میخواید برای اولین بار اون کتاب کار خودتون رو ذخیره بکنید میتونید از طریق منوی فایل انتخاب با انتخاب عضوان گزینه سیف اون کتاب کار خودتون رو ذخیره بکنید. وقتی که روی گزینه سیف کلیک میکنید برای اولین بار از طریق گزینه سیف از باید اون کتاب کار خودتون رو ذخیره بکنید، حالا توی وان درایو هست یا توی محل دیگه یا توی کامپیوتر خودتون. با انتخاب گزینه بروز یه محلی رو براش انتخاب میکنید و اون فایل خودتون رو ذخیره میکنید. نام فایل رو توی این قسمت و پسوندی هم که مد نظرتون هستش رو از این قسمت انتخاب میکنید و با انتخاب گزینه سیف فایل خودتون رو و یا حالا ورکبوک خودتون رو ذخیره میکنید، و یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی کنترل و اس به این صورت، و یا با انتخاب گزینه سیف تو این قسمت به این صورت میتونید اون کتاب کار خودتون رو ذخیره بکنید. برای ذخیره کردن یه کتاب کار حالا با یه نام دیگه و یا توی یه محل دیگه و یا با یک پسوند دیگه شما میتونید از گزینه سیو از انتخاب استفاده بکنید که با انتخاب گزینه بروز میتونید یه محل رو انتخاب بکنید و این کتاب کار خودتون رو با یه نام دیگه یه محل دیگه و با یه پسوند دیگه ذخیره بکنید. کلید میانبرش هم کلید F12 هستش از صفحه کیبورد. برای باز کردن کتاب کار کافی هستش که شما به منوی فایل مراجعه کنید، گزینه اوپن رو انتخاب بکنید، حالا اون ورکبوکی رو که قبلا باش کار کردید تو این قسمت نمایش داده میشن، یا طریق وان درایو یا محل دیگه یا طریق کامپیوتر خودتون میتونید به اون کتاب کار خودتون دسترسی پیدا بکنید با انتخاب گزینه بروز و انتخاب کتاب کار خودتون. میتونید اون فایل اکسل رو باز بکنید و ازش استفاده بکنید و تو این قسمت هم اون پسوند فایل هایی هستش باز بکنید و مشاهده بکنید. قسمت بعدی مربوط میشه به بستن کتاب کار. دو روش داره، یکی این که وارد منوی فایل بشیم گزینه کلوز رو انتخاب بکنیم، یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی کنترل و W، و یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Alt و F4. زمانی که من حالا کلیدهای کنترل W و یا حالا Alt و F4 رو ازشون استفاده میکنم یه همچین پیغامی برای من نمایش داده میشه. گزینه اولی سیف مربوط به این هستش که من میخوام این ورکبوک رو ذخیره بکنم یا نه. اگه این گزینه انتخاب بکنم گزینه سیف که بزنم پنجره سیف از برای من باز میشه و من این ورکبوک خودم رو میتونم ذخیره بکنم. Don't save ذخیره نمیشه و بسته میشه. گزینه آخری هم کنسل که انصراف هستش به این صورت. کلید Alt و F4 هم باز هم همون کار رو انجام میده، ولی یک تفاوتی هستش. اجازه بدیم
من اگر از کلیدهای ترکیبی کنترل و دبلیو استفاده بکنم، همونطور که میبینید فقط اون کتاب کار من بسته میشه، یعنی اون ورکبوک من فقط بسته میشه، نرم افزار اکسل بسته نمیشه دوست عزیز. ولی اگر از کلیدهای Alt و F4 استفاده بکنم، نرم افزار اکسل بسته میشه.